Alexa, what's the temperature inside? The average temperature of the home is 20.8 degrees. Alexa, how's the weather outside? In Nepean, it's -6 degrees Celsius with cloudy skies. Tonight, you can look for snowy weather, with a low of -8 degrees. 5 minutes. سلام آردن، میسان هستم از اتاوای کانادا، پایتخت کشور کانادا و بازم زمستون کانادا شد و کانادایی که تو تابستون همه میگم واقعا چقدر خوشگله. وقتی زمستون میشه همه میگم چجوری زندگی میکنید توی سرمامون های برف و مخصوصا این دو سه روزی که دما منفی 40 درجه شد و کلا کامنت هایی که بچه ها تو اینستاگرام میدادن خیلی بالا من کلی میخریم از این مدار جز این پنگوان ها میچسبید به هم دیگه گرم میکنید دیگه تو سرمامون. ولی خب یه سری نکات خیلی جالب وجود داره چه داخل خونه چه بیرون خونه، حتما خدمتتون بگم. بذارید این نکات رو بگم، بذارید از اینجا شروع کنم. ببین نکنید داخل خونه های اینجا گرمه. اول از همه نکنید Alexa, what's the temperature inside? The average temperature of the home is 21 degrees. دیدید داخل خونه الان 21 درجه است. حالا کانادا فقط این نکته رو بگم. کلا کشور کانادا یه جوری هیبریده. هم درجه سال اونها هم مثلا فارنهایت. خب کلا کانادا چون خیلی مهاجر داره بعد اکثر مهاجران با سیستم متریک آشنا هستن. با آمریکا فرق داره. آمریکا پوند استفاده میکنن. پوند برای وزن. بعد درجه مثلا فارنهایت رو برای گرمی و سردی هوا استفاده میکنن. بعد اینچو مثلا یارد و اینا رو برای اندازه استفاده میکنن. ولی کانادا نه، کانادا هر جا میرید مثلا وزن رو هم به صورت گرم زده، کیلوگرم، هم به صورت پوند زده. ولی خب اندازه ها رو مثلا کیلومتر های ماشین کیلومتره، میدونید چیز نیستش، مایل نیستش. ولی دمای هوا رو اکثرا مثلا کانادایی ها با فارنهایت تنظیم میکنن. اینم یه نکته جالب بود که بدونید. میگم یه خورده میکسه، کم کم یاد میگیری که جفتشو بدید. مثلا من قدم 185 سانته ولی چیزش هم میدونم 6.1 هستم، یعنی 6 feet 0.1، یه همچی پانی چه هم چیزی دیگه 6.1 هستم. خودم کسی میپرسه قدت میگم 6.1. یا وزنم مثلا 93 کیلوه میپرسن مثلا میگم 210-215 پوندم. اینو شو میدم. خب پس در مورد داخل خونه 21 درجه است. حالا من خونم رو تازه خیلی گرم نمی کنم چون بدنم به سرما عادت کرده. فعلا نکات داخل خونه رو میخوام بگم. این مال گوگل حتما دیدید، ترموستات به راحتی میتونید دما رو بالا پایین کنید. حتما اگر خونه دارید، آپارتمان دارید، هر چی دارید یه دونه اینا بگیرید. بخاطر اینکه مثلا حالا چه این چه اون مدل به قولی پیشرفته ترش 250-200 خورده پولشه. دولت استانهای مختلف روی اینا تخفیف میدن و خود گوگل هم بعضی موقع تخفیف میذاره و وقتی تخفیفش میخوره من اینو فکر کنم کلا برام درآمد 70 دلار مثلا. اگر احساس کنم تو خونه آشپزی زیاده میزنم آقا 15 دقیقه فن رو روشن کن، خودش حالا فن اینا رو اتوماتیک روشن هم میکنه. ولی خب خیلی وقت شما میتونید این کارم بکنید و اینکه با الکسا هم چیز بشه دیگه. الان نکنید مثلا میگم الکسا make it warmer. The heat set to 22.5. دیدید دما رفت بالا، دمای داخل نشون میده و اینم الان دما. اگرم ببرم بالا مثلا میگه که آقا داره هیتینگ میکنه، میگه 20 دقیقه طول میکشه برسه 23 و نیم. کلا چیز خوبیه، نظرم اینو بگیرید حتما. یعنی مثلا اینکه دولت از اینجور چیزا از این تخفیفا زیاد میده، بهتون کد تخفیف میده تو سایت گوگل میزنید و میگیرید. خب این بحثه داخل خونه است و یه چیزی هم که بچه‌ها خیلی نمیدونن، حالا من تور خونه رو نشون ندادم، این خونه رو نشون میدم. حالا این خونه ای که سال خورده پیش خریدم تو کانادا و خب دیگه احتمالاً تو کانادا باشی تجربه هستید، خونه چهار خوابه که حالا الان کامل شده تقریبا دیگه، الان همه اتاقا و همه جور رنگ و اینا همه چی درست کردم. حالا اگه خواستی تور کامل میذارم خدمتتون. ولی نکته‌ای که می‌خواستم بگم کلا اینجا یه چیز فرنس. فرنس هم گرمایش شما رو چیز می‌کنه، هم سیستم سرمایش شما وصله. یعنی یه کولر، کولر به قولی آبی بیرون خونه است، تو بیرون نصبه. فرنس منم تو زیر زمین این پایین نصبه. فرنس گاز چیز می‌کنه، گاز رو با فشار میده توی اون مخزنش و مخزنو از اینجا میده و اینجا حرارت داره میزنه بیرون. این به قولی ورودی به داخل خونه هستش. یه سری هم دریچه بالا سر هستش که اینا خروجیشه، یعنی این هوا رو میگیره، هوای گرم اونجا میاد، هوای سرد رو دوباره میده میبره توی فرنس.
حالا خونه من مثلا این سی داره بهش میگم HVR یه همچین چیزی که هوا رو تصفیه هم میکنه. بخاطر همین خونه های اینجا مثلا من یادم ایران که بودیم، حالا خونه جدید اتمالا دیگه مشکل نداره، خونه مثلا تو زمستون احساس میکردی هوا خفه میشه، هوا سنگین میشه. اینجا این مشکل من اصلا ندارم. یعنی مثلا شما بیاد تو خونه من هوا خیلی مثلا احساس میکنید فرش و اوکی و اینجوری نیستش. تو زمستون احساس کنید گازی که داره میسوزه هوا رو خفه میکنه، خیلی هوا فرشه. حالا بریم بیرون. یه سری نکات خیلی جالب میخواستم بیرون خونه بهتون بگم. خدمت شما عرض شود که تو کانادا خیلی، حالا وقتی میخواید یه چرخ بزنید تو محله، خیلی لازم نیست در رو ببندید. نکته اول این که هر کاری کنید خب یه جایی اینجا یخ میزنه. خب یعنی من امسال دیگه خیلی آماده بودم و برف روب داشتم و قشنگ تمیز میکنم، ولی باز میبینید یه لایه‌ای مثلا وقتی خیلی سرد میشه یه لایه جمع میشه. بعد این بغلا رو نکنید چقدر برف جمع کردم، یعنی کلا این حالت تونل میشه. ولی اینجا رو مثلا باید هی نمک بپاشی هی پاک کنی. من چند وقت پیش یه ویدیو در موردش درست کردم، در مورد برف فرو کردن. هم قبلا این دستگاه رو خدمتتون نشون دادم، شرکت گرین ورکس برای من چیز کرده، پارسال نداشتم، الان امسال از این برف رو دارم. خیلی کار راه میندازه، یعنی واقعا میارزه نسبت به قیمتش. و ببین اگه این برف رو جمع نکنید واقعا بد میشه، یخ میزنه و اصلا زمستون هم تمام میشه. میبینید مثلا برفای همه قفل شده، برفای شما تا این مثلا بخواد آب بشه کلی طول میکشه، این وسط داره تابستون میشه برفا هنوز آب نشد. اما یه چیز دیگه ای هم که حالا من گرفتم امتحان کنم، قبلش خدمتتون بگم این رو، فقط حواستون باشه. حالا من الان دستکش چیز نکردم چون خیلی کوتاه میخوام برم بیرون، ولی وای از اون موقعی که هوا خیلی سرد باشه و شما بخواید همینجوری برید بیرون و دستکش نمندید. خب اینو بگم بعدش اون منفی 40 درجه رو داستانش توضیح بدم. اینو بکنید، این خیلی باحاله، پاروه ولی برقیه، خیلی چیز باحالی. همه رو میزنه میبره. چقدر راحت شده. چون برف رو میپاشه میره. خیلی خوبه برای اینجور جامعه. مثلا چه میدونم اینجا مثلا من برف رو هم نمیرفت چون حالت زاویه داره. مثلا اینجا میره. اینجور چیز بکنم به همین راحتی. بریم یه لحظه محل، من یه چیزی بهتون نشون بدم. یه حسابه اون هم میبینید دقیقا از این کابشن های کتاکولوف دارن دستکش رو نکنید. قشنگ این تیپ تیپیکالی که میبینید. قبلا هم نشون دادم که اینجا مثلا پیاده روها رو قشنگ تمیز میکنن. میبینید دورورش چیزه ولی پیاده روها تمیزه. خب ببین سرمایه هوا مثلا بچه میگن چجوری دووم میارید، اینو در نظر بگیرید. دو روز هوا مثلا شد منفی 20-25 درجه، اینا حداقل تو شهری که ما هستیم. اتاوا نسبتا جز شهرهای سرد کاناداست. اتاوا، مونتریال، اینا سردن. یه مقداری حتی از تورنتو هم سردترن. تورنتو باز مثلا به صورت میانگین همیشه 3-4 درجه گرمتر از مثلا اتاوا و مونتریاله. اما نکته که وجود داره همون 3-4 درجه خیلی تفاوت ایجاد میکنه واسه قشنگ دما رو حس میکنید. یه چیز دیگه ای هم که اینجا وجود داره، صرفا دمای هوا رو نگاه نکنید، وینچیل رو نگاه کنید. یعنی واقعا ریل فیلش چقدره، حس واقعیش. به خاطر اون مثلا بادی که ممکنه وجود داشته باشه، اصولا سرما بیشتر از اون چیزیه که نشون میده. اما بیرون الان مثلا منفی 10 درجه است. تو کل سال شاید مثلا شما نهایتا 5 روز 6 روز 7 روز دماهای خیلی عجیب غریب ببینید، که این منفی 40 درجه‌ای که الان اتفاق افتاد گفتن که مثلا چه می‌دونم تو 15 20 سال گذشته 20 سابقه بوده. به خاطر همین خیلی نگران اینش نباشید. توی منفی 5 و منفی 10 و اینا میدونم با سرده ها، ولی یکی این که کلا لباسا اینجا خیلی گرمه. الان می‌بینید مثلا منفی 10 درجه است، من خیلی راحت دارم راه میرم، کاپشنم خیلی گرمه، شلوارم خیلی گرمه و راحت شوارم شوار گرم کنه. ولی کلا لباسایی که تو کانادا تولید میشه، اگه حواستون باشه لباسی بخرید که مناسب باشه، خیلی این سرما رو حس نمی‌کنید. دو بدنتون عادت می‌کنه. واسه اینکه بچه‌ها اینجا مثلا حالا یه سری از دوستای من که اروپا هستن ازم میپرسن، میگن آقا مثلا چرا انقدر خلوته؟ چرا؟ ببین کلا سیستم کانادا و آمریکا هم تو اینستاگرام هم شاید دیده باشید مثلا تیکه میندازن اروپایی ها به این وری ها این وری ها به اون. اصلا اروپا خیلی جا پیاده میرن، خیلی جا با اتوبوس میرن.
سیستم کانادا آمریکایی نیست، سیستم کانادا آمریکا حمل و نقل عمومی نیست. سیستم اینجا اینه که آقا میشینی سوار ماشینت توی پارکینگ و میری مقصد توی پارکینگ. یعنی همه چی پارکینگ به پارکینگه. کسی خیلی اینجوری نیستش رو خیابونه بخواد راه بره. ولی خب مثلا کسایی که نیاز نباشه نمیرن. مثلا من خودم اون روزایی که منفی 40 درجه بود از خونه خارج نمی‌شدم. اون روزا خرید نمی‌کنی. و می‌بینی مثلا بعد اون روزایی که خیلی سرده بعدش مثلا میری خرید مایحتاج خونه، می‌بینی تو فروشگاه خیلی شلوغه. معلومه هوا بهتر شده، مثلا همه اومدن که مایحتاجشون رو بخرن. اینم قطعا قبلا گفتم، بازم تکرار میکنم که مثلا اگه سمت غرب کانادا بریم مثل ونکوور، قطعا آب و هوا اونجا اصلا سرما نمیمونه مثل خودش، به خودش مثل لس آنجلس میمونه. هواش خیلی معتدل و خوبه، اصلا برفی به اون صورت ندارن. ولی خب قیمتاش خیلی بالاتره. خب شهرهای مثلا مثل این و سر شهر شرقی مثل مونترال، مثل حالا مثل اتاوا، مثل مونترال که توی استان کبک و فرانسوی زبانه، خب این شهرها قیمت خونه خیلی بهتره. مثلا اینجا خونه من زیر 1,000,000 دلار، شما با 1,000,000 دلار توی ونکوور شوباکس هم به قول اینجا یا نمیتونید بخرید، جعبه کفش هم نمیتونید بخرید. و نکته دیگه ای که وجود داره، ماشینای اینجا همه ریموت استارت داره، همه که نه اکثرا میذارن ریموت استارت داره، توی ماشین گرم میکنن. یعنی اکثرا میبینید وقتی میخوان برن تو ماشینشون 5 دقیقه قبل دکمه رو میذارن که ماشین روشن شه گرم شه. و خیلی وقتا هم که اصلا ماشین توی پارکینگ، طرف راحت میشینه تو پارکینگ، میره سر کار توی پارکینگ میذاره. بخاطر این مردم مثلا نگاه کنید هیچ کی نیست بیرون. و همین باعث میشه که خونه ها هم اینجا خیلی بزرگتره. چرا؟ چون اکثر مردم توی خونه شونن، توی خونه لذت میبرن. بخاطر همین خونه ها سایز بزرگتری داره مثلا نسبت به اروپا. من با بچه اروپا صحبت میکردم، خیلی براشون عجیب بود که مثلا متوسط یه هاوسی که اینجا بخوای بخری، مثلا هاوساش، مثلا خونه من که حالا نسبتا خونه کوچیکیه، زمینش، زمینی که ساختن، کل زمینش که مثلا فکر کنم مثلا 750 متره، ولی کل زمینی که ساختن یه چیز 160 متره که حالا تو دو طبقه است دیگه و یه بیسمنت داره، در واقع یه جوری میشه 3 طبقه. ولی خب میانگین خونه اینجا بالای 200 متره. یعنی یه خانواده 4 نفره، یه زن و شوهر، دو تا بچه، خونه ای که میگیرن هلوش 200-250 متر اینجوریه. تازه میگم اتاق خواب هم بالا هست، زیر زمین هم هست، هلوش اینا. حالا ممکنه کمتر بیشتر باشه، میدونید، میگم همیشه به حرف من اعتماد نکنید، خودتون بررسی کنید. ولی مثلا تو اروپا خب خونه ها اونچه که من با بچه‌ها صحبت میکنم کوچیکتره، چون آب و هوا بهتره، خیلی جا پیاده میرن، اونقد شاید اصلا توی خونه نمونن. همین قضیه تو ونکوور هم صدق میکنه. یعنی ونکوور میری خونه هاش خیلی وقتا میبینی کوچیکتره، چون مردم اونقد تایمشون رو تو طول سال شاید توی خونه نگذرونن. هوا چون خوب است میتونن برن بیرون استفاده کنن از هوای خوبی که شاید ما اینجا نداشته باشیم. و اینکه خب خونه هم بزرگ باشه دقیقتش چیز میشه دیگه، سریعتر میشه. من خودم خیلی وقتا بچه هم ازم میگه آقا بریم بیرون، میگم بریم بیرون چیکار کنیم، بیاید همینجا نشستیم دیگه، دور هم ازیم، میخوای چیکار کنیم، هر کاری میخوای بکنید همینجا تو خونه میکنیم. ولی خب یه سری چیزاش هم گفتم نمیشه اصلا اوایت کرد، مثل این یخ زدن کف و سیستم تو هم حتما باید از این پوتینا بپوشی. مثلا بالا ها نکنی قندیل بسته اصلا، یه چیز جالبیه. و خودم این خیلی نگرانم میکنه، اینجا یخ میزنه، میگم یه وقت این سقف چیز نشه. فکر کن زمستون اگه سقفتون چیزی بشه، نمیدونی چه حجم برفی رو سقفه، زمستون سقف چیزیش بشه، من نمیدونم باید چی کار کرد. اینو واقعا یکی از چی میگن نایتمرهای منه. یه نکته ای که در مورد خونه اینجا وجود داره، نکنید الان این دیوار او میبینی اصلا حالت پوکه، انگار دیوارا همه پوکه، کف چوبه. بعد یکی میگه آقا چجوری انقدر اینجا دیوار، مثلا تو این فیلم دید باد میاد خونه هاشونو میکنه میبره، بخاطر اینکه دیوارا هیچی پشتش نیست. این دیوار یه به این میگن درایوال، این یه چیز گچیه که بین اینا 16 اینچ دی ستونای چوبی هستش. یعنی دقیقا این خونه هر 16 اینچ ستون چوبی است، روشو یه دونه لایه گچی میگیرن که بهش میگن درایوال، بین اینا اینسولیشنه، گرمایشه. چون چوبه، چون گرمایش های خیلی با ریت بالا استفاده میکنن، به هیچ عنوان خونه ها سرد نمیشه. کفش هم چوبه، چوب خودش خیلی گرما داره، خونه ها اینجا چوبی گرمای خیلی خوبی میده، به خاطر همینه که داخلش خیلی خیلی گرم خواهد بود. این همین خدمتتون دوست دادم.
این خیلی چیزای مفید دیگه هم داره، قطعا میدونید دیگه، حالا به گوشی که وصل میشه هیچی، توی کلی هزینهاتون صرفه‌جویی میکنه و کلی آمار هم بهتون میده دیگه. رو گوشیتون میتونید ببینید که آقا در طول روز چقدر فرنستون کار کرده، چجوری میتونید بینش بکنید و از اینجور صحبت ها. نمیدونم حالا اطلاعات به درد بخورید تو این ویدیو دادم، امیدوارم ویدیو رو لایک کنید اگه به دردتون خورد، ولی در مجموع از سرمای کانادا خیلی نترسید، عادت میکنید، حتی عادت کرد همیشه ازش بدتون خواهد اومد. من متنفرم از سرما اینجا، نمیتونم میگم دوستش دارم، ولی اینجوری هم نیست که حالا بگی وای سرما مثلا چه عذابی دارم میکشم، اونجوری هم نیستش قطعا. خیلی متشکرم، دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید، تشریف بیارید در خدمتتون باشیم، به امید موفقیت تک تکتون، سین در نکست.